بینندای عزیز، دوستان گرامی، عرض سلام و ادب دارم و خرسند هستم از اینکه یک بار دیگه زمینه مساعد شد تا در خدمت شما عزیزان قرار داشته باشم. باز هم جناب دکتر حبیب منگل، کاندید نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان، برای کرسی ریاست جمهوری را با خود داریم و خواستیم تا پیش از بازگشت ایشان به افغانستان گفت و شنود ویژه را با اونا ترتیب داده و دیدگاهشان را در رابطه با برنامه انتخاباتی خواستار شد. جناب منگل، به استودیوی مشعل خوش آمدین. با سپاس از این که با وصف مصروفیت های بیشمار کاری بازم وقتتان در اختیار ما گذاشته و حاضر شدین تا این گفت و شنود با شما داشته باشیم. تشکر از شما. ما هم بنابرای خود مسئولونم از این که بار دیگه فرصت مسئله میشه که با شما هم صحبت میشم و از طریق شما پیام خود را به هموطنان عزیز دور از میهن و در غربت و از طریق آنها و مردم کشور میرسم. ما حاضر هستم به سوال شما پاسخ بگم. تشکر. خب اگر بگونی مختصر در رابطه با برنامه انتخاباتی خود برای بیننده‌های عزیز ما روشنی انداخته و پیرامون جهات مختلف این برنامه روشنی بندازیم خوش خواهیم شد. بله، خب مطابق فیصله های مجلس موسسان نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان، ما به سوی ایجاد یک جبهه مشترک انتخاباتی و نیروهای همسو و همفکر خواهد رفتیم و قرار است که با نیروهای همسو و همفکر دموکراتیک و ترقی خواه با مذاکرات پیرامون کاندید مشترک، پیرامون ایجاد پلتفرم مشترک و رفتن در یک جبهه مشترک به سوی کارزار انتخاباتی با مذاکرات آغاز یافته و این مذاکرات پیش میره و بالاخره به این خاطر ما فعلا یکی از مسائل اساسی ما در این کارزار ایجاد یک پلتفرم مشترک خواهد بود که بعد از مذاکرات و طرح‌های مختلف و ارزیابی مختلف و بعد از یک گفتمان سیاسی این پلتفرم تکمیل خواهد شد و به پیشگاه هموطنان در داخل کشور ارائه خواهد گردید. با سپاس. شما میدانید که مؤلفه وحدت ملی در روزگار ما یکی از چالش‌های بزرگ به شمار میآید. اگر امکان داشته باشه شما لطف کرده و بر ما روشن بسازین که موضوع وحدت ملی در برنامه انتخاباتی شما چی جایگاه خواهد داشت خوش میشه. وحدت ملی، مؤلفه وحدت ملی، تحکیم وحدت ملی، طوری که شما فرمودین، یکی از مسائل، چالش ها و موضوعات اساسی مربوط به حیات سیاسی و اجتماعی افغانستان به شمار می رود. نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان در مرامنامه خود به این مسئله به طور علمی سیاسی برخورد واقع بینانه و جامع به عمل آورده است. پیش از اینکه سر مفردات سیاست های ما در عرصه تحکیم وحدت ملی و برابری ملی بیایم، باید بگویم که افغانستان خانه مشترک تمام باشندگان آن، اعم از نورستانی، پشهی، بلوچ، پشتون، ازبک، تاجک و غیره اقوام ساکن این سرزمین
است. افتخارات افغانستان، عظمت افغانستان، منابع افغانستان، دستاوردهای مبارزات مردم افغانستان، همه و همه متعلق به هر باشنده ای سرزمین و هر قوم است. در یک کشور هیچ قوم بر قوم دیگر برتری ندارد. همه با هم برابر از نظر حقوق شهروندی، از نظر حقوق ملی و حقوق انسانی با هم برابر و برادر است. ما برای تامین این برابری و تحکیم وحدت ملی از طریق برابری ملی مبارزه میکنیم و در سرلوحه فعالیت نهضت فراگیری دموکراسی و ترقی افغانستان و تمام نیروهای همسو و همفکر قرار داره. ما باید به صراحت بگوییم که در تاریخ سیاسی افغانستان بودن و هستن موارد لحظات تاریخی و اکنون که به شکل از اشکال اقوام و ملیت‌های مختلف از یک نوع ستم رنج برد. ما ضد ستم ملی هستیم، ما ضد برتری‌جویی قومی هستیم و بودیم. ما ضد هر نوع تفرقه ملی، تبعیض بر مبنای قومی و نژادی و محلی قرار داشتیم و قرار خواهیم داشت. در چارچوب انمی اندیشه و اصول، ما خواهان تحکیم وحدت ملی بر اساس برابری ملی هستیم که ما میتونم مفرداتش اینطور فرمول بندی کنیم. در عرصه اداره، نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان و من و همفکران من به این اندیشه هستند که تأمین تعادل مرکزیت و خودگردانی محلی یکی از راه‌های یک اداره کارا و موثر است. به این معنا که منابع، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌ها بین مرکز و محلات به طور هماهنگ توزیع و تقسیم شد و سازمان داده شد. ما در عرصه اداره مخالف مرکزیت مطلق و مرکزیت گرایی هستیم که به عباره دیگر مخالفی هستیم که تمام امور و صلاحیت‌ها در مرکز تراکم بکنه و به هم به همین گونه علیه مرکزیت گریزی هم هستیم، فرار از مرکز هم قرار داریم. در عمل تعادل مرکزیت و خودگردانی بر مبنای اینمی پرنسیب که ما میخواییم که بالاخره افغانستان گذار بکنه به سویه که تمام ارگان های قدرت محلی اجرایوی انتخابی شد، از والی گرفته تا یک اولسوال مردم محل را انتخاب بکنه در رایگیری سری، آزاد، مستقیم، منصفانه، شفاف و عادلانه. شهروارها باید انتخابی شود و بس شوراهای محلی تمام صلاحیت های لازم در عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داده شود و انکشاف متوازن محلات به او توجه صورت بگیره و مخصوصا به مناطق از نظر رشد و انکشاف عقب مانده و محلات عقب مانده توجه بیشتر به عمل بیاید. ما اگر کاندید ما و ما در انتخابات موفق شدم، یکی از اقدامات ما این خود بود که از طریق قانونی بر مبنای همین قانون اساسی
التعديلات اللازمة در قانون أساسي در جهت ديمقراطيزه كردن بيشتر إدارة وتأمين أمي تسيس ها يعني تعادل مركزيات بخود كردن محلي وچيزي كما گفتم اقدامات قانوني دوی دست خواهد کرد. با سپاس، بدون شک در این راستا شما همونطور که گفتین از مجرای قانونی تغییرات را در اداره امور کشور رونما خواهد ساختین. این به این معنا است که ما گذار میکنیم به دموکراتیزه ساختن بیشتر حاکمیت، یعنی که پارلمان میتونه از صلاحیت های بیشتر برخوردار شده و تأثیرات مستقیم بر اداره حکومت داشته باشه. ما در صورت موافقیت طوری که قبلا گفتم در قانون اساسی تعدیلات لازم از مجرای قانونی در جهت دموکراسی بیشتر و دموکراسی کردن حیات سیاسی و اجتماعی و مبتنی بر عدالت اجتماعی اقدامات لازم قانون روی دست خواهد گرفتیم. از او جمله مهمترین مسئله مسئله نظام سیاسی هست. شما بهتر می دانین که یکی از اصول اساسی نظام های بنیاد نظام های دموکراتیک و نظام های اساسی مسئله توزیع قدرت است. ما خواهان توزیع عمودی و افقی قدرت هستیم. ما خواهان توزیع قدرت میان قوه اجرایه و قوه مقننه هستیم. ما خواهان توزیع قدرت در خود قوه اجرا هستیم. به این خاطر ما در صورت پیروزی تعدیلات اصولی و قانونی را در قسمت توزیع بیشتر قدرت بین قوه اجرایه، تعادل و تأمین استقلال هر سه قوه روی دست خواهیم گرفت. از جمله ما فکر میکنیم در افغانستان لازم است که مقام صدارت یا صدراعظم هم وجود داشته باشه. به عباره دیگر صدراعظم پارلمان به اکثریت پارلمانی انتخاب بکنه و رئیس جمهور مستقیما برای مردم بیاید و بین رئیس جمهور و صدراعظم به طور متعادل و متوازن قدرت اجرایوی تقسیم شود. ما مخالف تمامیت گرایی در قدرت هستیم. ما مخالف تمرکز قدرت در دست یک شخص هستیم. من به این نظر هستم که اگر ما توانستیم دو ارگان در قدرت صدر اعظم و رئیس جمهور داشته باشیم که هر دو یک مستقیم رای مردم به قدرت میرسه و دیگه از طریق پارلمان اکثریت احزاب دموکراسی نهادی نمیشه و در واقع ما دو قوه اجرایی واقعا انتخابی را به میان میاریم و هی بر توسعه سیاسی و رشد سیاسی و انکشاف اقتصادی اجتماعی یک گام عمده خواهد بود و تجارب کشورها هم نشان داده که تقسیم قدرت بین هر دو ارگان قوه رئیس جمهور و صدراعظم معقول ترین شکل توزیع قدرت است و ای برای نهادی نشدن تدریجی دموکراسی کمک میکنه. شما می دانین که زنان نیم از پیکر جامعه ما را تشکیل داده و با دریغ و درد که امواره اینا تحت فشار و نابرابری اجتماعی قرار داشتن. اگر به گونه مثال تناب سرنوشت سیاسی و اجتماعی زنا در صد سال آخر نگاه بکنیم، به خوبی مشاهده میشه که همواره با فراز و نشیب های حقوق اجتماعی زنا مواجه بود و اکنون هم یکی از مشکلات عمده برای زنای کشور ما محدودیت های سیاسی و اجتماعی است
که در روزای ما با چالش بزرگ در برابر جامعه مدنی افغانستان قرار داره. اگر امکان داشته باشه لطفاً جایگاه زن را در برنامه انتخاباتی خود تشریح داده و بیننده‌های ما را در جریان قرار بده. زن قبل از همه انسان است و باید از تمام حقوق انسانی و بشری خود برخوردار باشه. به نظر من زن معیار پیشرفت و مدنی بودن جامعه بشری است. یعنی پیشرفت جامعه بشری و مدنی بودن آنها از روی آزادی زن و برخورداری زن از حقوق انسانی و مدنی و از روی پیشرفت زن سنجیده میشه. جایی که زن زیر ستم است و از حقوق انسانی و مدنی خود محروم است، او جامعه جامعه بدوی در بدترین حالت عقب مانده و انکشاف نیافته است. جایی که زن از حقوق انسانی و بشری و برخوردار است، جامعه پیشرفته گفته میشه. به این خاطر زن در تاریخ سیاسی و مبارزات سیاسی اجتماعی سیاسی افغانستان در محور مبارزات قرار داشته. زن در محور مبارزه، در محور تجدد و سنت قرار داشته. به خصوص به ویژه 100 سال اخیر مبارزات وطن پرستانه، تجدد گرایانه، دموکراتیک و ترقی خوانه و عدالت خوانه در افغانستان، در این مبارزات، در این جنبشا زن در مرکز تفکر و پراتیک و سیاست های جنبشا قرار داشته. ما که وارث این جنبشای ترقی خوانه و میان پرستانه و تجدد گرانه خود را میدانیم و هستیم، در فعالیت سیاسی و اجتماعی ما زن در محور فعالیت های ما قرار داره، در سرلوحه فعالیت ما اون مبارزه ما قرار داره. این متاسفانه در حالی است که زن در افغانستان تقریبا، اگر بسیار سخت تلقی نشود، با او به مسابه انسان درجه دوم نگاه میشه و از حقوق انسانی و مدنی به طور لازم برخوردار، نه تنها برخوردار نیست بلکه زیر ستم دوگانه جنسی و اجتماعی قرار داره. و فاکتورهای در این زمینه بسیار زیاد فراوان است که در مطبوعات انعکاس یافته، از آتش سوزی زن گرفته و از ستم و خشونت علیه زن به پیمانه گسترده و غیره و مواردی که در کشور ما، در جامعه ماست نشان دهنده بیانگری است که افغانستان در مسئله حقوق زنان، تامین حقوق زنان از آخر کشور اول است. نهضت فعالگر دموکراسی و ترقی افغانستان و من یک جا با نیروهای همسو و هم کار در کارزار انتخاباتی بر زن و مبارزه برای حقوق زن جایگاه شایسته و اول خود بود، از اولویت های مبارزه ما در کمپاین انتخاباتی قرار خود داشت و مخصوصا اخیرا فرمانی که در مورد زن از طرف آقای کرزی صادر شده و ده ها موارد دیگر نشان دهیده این امر است که زن به حمایت گسترده مردم افغانستان، نیروهای مترقی و دموکرات، عدالت پسند و به حمایت گسترده جامعه جهانی نیاز دارد و ما در این عرصه از هیچ نوع مسایی دریغ نخواهد کردیم. در صورت موافقیت من در انتخابات، من و حکومت ما تلاش خواهد کرد که همه مسائل را در این زمینه بکار بریم که زن افغان دیگر
زیر ستم قرار نداشته باشند و از این ستم ستم جنسی و ستم اجتماعی رهایی پیدا کنند. زن در حکومت ماست، تمام حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برابر با مرد برخوردار خواهد. تشکر. جوانان با مسابقه نیروی معرکه و آینده کشور باید همواره مورد توجه و دقت لازم دولت مردان کشور ما قرار داشته باشند. میخوایم برای بیننده ما توضیح بدین که شما چی روی کرده در برابر جوانای کشور ما با مصاحبه آینده سازا مد نظر دارین و به خاطر سهمگیری فعال و هرچی گستردی جوانان در رشد و اعتلاع کشور چی پلانهای را مطرح خواهید ساخت؟ جوانان آینده ماست، آینده همه جامعه پیشرفته هم جوانان است. در کشور ما جوانان هم از حقوق لازم، از حقوق انسانی و بشری لازم برخوردار نیست. مشکل تحصیل، عدم دسترسی به تحصیل جوانان و عدم دسترسی به سطح لازم تحصیل مسلکی و ثانوی و غیره، موارد ده ها ده ها صد ها موارد است که جوانان افغانستان متاسفانه از حقوق بهرمند نگردیده و برای رشد ذهنی پیشرفت جوانان کارهای کمی صورت گرفته و به این ترتیب در برنامه ما در انتخابات جوانان جایگاه شایسته خواهد داشت و ما در صورت پیروزی در انتخابات تمام اقدامات لازم را که برای رشد جوانان و برخورداری آنها از حقوق مثلا ضروری هست روی دست خواهد کرد که جوانان از حقوق مثلا برخوردار شود. خب البته به جزیات اکنون دشوار است، اما حق تحصیل، حق تندرستی، حق بهداشت، ایجاد لیلی ها، پوهنتون ها تا برای تحصیلات عالی و تامین ای که هر جوان افغانستان از حق تحصیل برخوردار شود و در این عرصه ساختن مکاتب، توسعه شبکه مکاتب به دورترین نقاط کشور و غیر اقدامات روی دست خواهد گرفتیم. البته این همه اقدامات به موازات وضعیت سیاسی، ثبات سیاسی، امنیتی کشور، امکانات اقتصادی دولت و حمایت جامعه جهانی مشروط خواهد بود. تشکر. شما بهتر میفهمین که جامعه ما از بیعدالتی های بزرگ اجتماعی رنج برده و اکثریت قاطی مردم ما در فقر و نابرابری اجتماعی و اقتصادی به سر میبرند. میخوایم بدانم که به منظور فقر زدایی شما در برنامه انتخاباتیتان چی پلان را روی دست دارین؟ بله، متاسفانه شوربختانه که جامعه افغانی از بیعدالتی های بزرگ اجتماعی رنج میبره و در مرکز آن مردم افغانستان از فقر گسترده رنج برده و هنوز رنج میبره. در برنامه انتخاباتی ما شعار فقر زدایی شعار اساسی و بنیادی و تأمین عدالت اجتماعی به مثابه آرمان ما شعار اساسی قرار خواهد داشت. در برنامه نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان در این زمینه تأمین عدالت اجتماعی و فقر زدایی مواد فراوان
دقیق عملی وجود داره که من نمیخوایم او را اینجا تکرار بکنم. خلاصه آنچه که در زمینه فقر زدایی در صورت موافقیت ما و تشکیل حکومت ما روی دست خواهد گرفته شد، مهمترینش ما مجددا کوپون را برای کارگران موسسات دولتی و خصوصی و برای مامورین اثر خواهیم گرفت. تجربه حکومت های بعد از دهه 80 در افغانستان نشان داد که این برای رفع نیازمندی های اولیه بخش کثیر از جامعه یک اقدام مفید و موثر بود، یک تجربه بسیار خوب بود. اگر ما موافق شدیم مجددا کوپونه اجرا خواهیم کرد. در پالوی مسئله کاریابی برای زحمت کشان شهرودی روی دست خواهد گرفته شد. خب از نظر مسکن، از نظر در مجموع تامینات اجتماعی، بیمه صحی و معاش در زمان که بیکاری مطرح شد و غیره تدابیر هم که در یک ده کشورهای پیشرفته روی دست گرفته شده، با موازات وضعیت اقتصادی کشور، بودجه و غیره در نظر گرفته خواهد شد. در یک کلمه ما باید بگویم که میلیاردها دلاری که در طی 7 سال بر حکومت موجود داده شده، نصفش بر ما داده شده، ما میتونیم که در عرصه فقر زدایی دستاوردهای بسیار بزرگی داشته باشیم. حقوق اقتصادی و اجتماعی زحمتکشان افغانستان، اقشار و طبقات محروم در حقیقت جوهر برنامه انتخاباتی ما را و در آینده در صورت پیروزی بر جوهر برنامه حکومت ما را تشکیل خواهد کرد. حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی اکثریت قاطی توده میلیونی مردم و تامین عدالت و برابری اجتماعی ای ارمان ماست، شعار ماست و جوهر برنامه ما را تشکیل خواهد. با تشکر. شما در رابطه با کمک های جامعه جانی اشاره کردین، آیا برای برون رفت از این مشکلات که به او اشاره داشتین امکان از این وجود داره تا از منابع داخل کشورم استفاده کرده و زمینی اشتغال برای مردم مساعد بسازین و در رابطه با ایجاد فابریکا و مؤسسات تولیدی و بالاخره سهم بیشتر سکتور خصوصی در زندگی اجتماعی کارهای را انجام بدیم؟ بله، افغانستان بالقوه از پتانسیل بزرگ انکشاف اقتصادی و اجتماعی برخوردار است. سلام انکشاف اقتصادی، موجودیت ذخایر فراوان زیرزمینی که در حقیقت تمام عناصر جدول مندلیف در افغانستان به فراوانی یافت میشه، ارقام و احصایی که چند سال قبل وزارت معدن و صنایع بیرون کشید و نیروی بشری یعنی خلق زحمتکش و همچنان دیگه امکانات، یک پتانسیل بزرگ کادر و پرسنل به نحوه یعنی روی بشری و آگاه و مسلکی در افغانستان برای انکشاف اقتصادی وجود داره، مگر این مشروط منوط به سیاست درست اقتصادی است که ما در صحبت قبلی هم به او اشاره کردم که اگر یک سیاست درست اقتصادی مبتنی بر حفظ تعادل میان بخشای مختلف اقتصاد ملی روی دست گرفته شود و از امکانات وسیع داخلی استفاده برده شود، هم در عرصه سکتوری دولتی بخش عامه و هم در عرصه سکتوری خصوصی،
افغانستان بزودی در یک فاصله زمانی کوتاه بر توسعه نیافتگی اقتصادی غلبه خواهد کردن. مثلا من تمام حرف در تحلیل نهایی در سیاست بر اقتصاد میچرخه، میگن که سیاست بیان فشرده اقتصاد است و بنیاد زیربنای رشد و انکشاف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک کشور هم اقتصاد تشکیل میکنن میدهد. بنابرای دولت ما در صورت پیروزی و در برنامه انتخاباتی ما برای رشد سریع اقتصادی متناسب با اوضاع و شرایط اولویت قائل خواهیم شد و در مرکز آن از البته سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی وسیع بر استخراج معادن و غیره و منابع زیرزمینی استفاده برده خواهد شد و البته در این زمینه دولت ما مطابق قانون اساسی و همچنین مرام نهضت فراگیر دموکراسی ترقی افغانستان منابع زیرزمینی و شهرگاه و زیربناهای اقتصادی در عرصه ترانسپورت و مخابرات و غیره و غیره ای در بخش اقتصاد دولتی قرار خواهد داشت و از او حفاظت و حراست خواهد کرد و برای بخش سکتور خصوصی، سکتور مختلط و کوپراتیفی توجه به این موازات لازم به عمل خواهد آمد و سرمایه گذاری های خارجی هم تشویق خواهد شد و افغانستان به یک مرکز تجارتی و اقتصادی منطقه تلاش خواهد شد که تبدیل گردد. با تشکر. شما این پلانا را در حال مطرح میسازین که فساد اداری در تار و پود جامعه ما به مسابقه اختاپود ریشه دوانیده و بر مبنای امی بی‌مبالاتی هم هست که بازسازی به کندی پیش رفته و رشد اقتصادی کشور در واقع هم به رکود مواجه است. برای جلوگیری از فساد اداری باید افراد کارشناس و متخصص که سالهای دراز زندگیشان به خاطر فراگیری علم دانش به خرج دادن استفاده از امی صورت گرفته و بدون تعصب کار به اهل کار داده شود. در برنامه انتخاباتی شما برای شایسته سالاری و سهمگیری فعال کارشناسا در اداره امور دولت چی پلانهای روی دست است؟ تشکر. سوال بسیار جالب است و سوال اساسی هست. همه تدابیر و استراتژی ها و برنامه هایی که نهضت ما و من و سایر نیروها مطرح میکنم منوط و مشروط به کارآمدی اداره هست. فقط یک اداره سالم، دموکراتیک، فساد ناپذیر، خدمتگزار مردم و پاسخگو میتونه آنچه که من گفتم و یا دیگر نیروها اداره میکنه تحقق ببخشه، که متاسفانه افغانستان فاقد چنین اداره است. دولت افغانستان حتی میتونم که غرق در فساد اداری است. ایرا من نمیگویم، تمام مطبوعات میگوین، جهان میگوین، یک از هر من شمس است. خود حکومت افغانستان ده ها بار به شمول آقای کرزی ولی حقیقت تلخ اعتراف دارم. یکی از موارد فساد در افغانستان چور و چپاول دولت و ملت است. حتی آدم میتونه بخش اعظم ثروت های افغانستان همین اکنون به غارت کشیده شده توسط یک مشت زورمندان، یک مشت مامورین فا
فاسد و عالی رتبه و بیروکراتای فاسد. مظاهرش در افغانستان در شهر کابل فراوان است. مظهر دیگه فساد، عدم قانونیت، عدم قانونیت است. جایی که قانون نباشه اونجا فساد حکم میکنه. و جایی که زور و زورمندان حاکمیت میکنه مظهر فساد است. متاسفانه در کشور ما ای است، بنا ای حقیقت است و ما نهضت ما و من در صورت پیروزی اولین وظیفه ای که در برابر ما قرار خواهد شد ریشکن کردن فساد است. بر و از طریق چی؟ از طریق استفاده عظیمی از پتانسیل کادر و پتانسیل کشور. این کشور خب به مسط لازم کادر و پتانسیل به تناسب دیگه کشورها ندارن، اما در دوران حاکمیت بعد از 1357 در دهه 80 به هزارها کادر پرسنل در کشور تربیه شده که اکنون از او استفاده برده نمیشه. ما این کادر وسیع، لشکر وسیع کادر پرسنل متخصص و تحصیل کرده را که در داخل و خارج تحصیل کرده فرا خواهیم خواند به ساختمان یک اداره. و در سیاست کادری بر بنیاد شایسته سالاری اقدامات صورت خواهد گرفت بدون جانبداری های حزبی. هر افغانی که قابلیت و توانایی را داشته باشه که خدمت بکنه به اداره جلب خواهد شد. و بیش از همه کنترل جامعه مدنی بر اداره تأمین خواهد شد، مشارکت جامعه مدنی بر اداره تأمین خواهد شد و ما به این پدیده منفی پایان خواهد دادیم که حکمرانان فاقد سوال و جواب است. با تشکر. همونطور که شما اشاره کردین که حق کار برای همه شهروندان کشور ما صرف نظر از تعلق سیاسی ایشان مساعد خواهد شد، این پرسش در ذهنم خطور کرد که برای دگردیسی سیاسی شما چی روی کرده را در کارزار انتخاباتی و در صورت پیروزی به مقام ریاست جمهوری مد نظر خواهد داشتیم؟ ما از نام یک سازمان سیاسی، از نام نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان برای کرسی ریاست جمهوری نامزد شدم. اما من افتخار ما اینمی است که ما آرمان همه ترقی خواهان افغانستان را، همه نیروهای میهن پرست تجدیدگرا و دموکرات افغانستان را با خود خواهم داشت و برای تحقق او آرمان در کارزار پیش خواهم رفت. و من در صورت پیروزی رئیس جمهور اکثریت قاطع مردم و تمام ملت افغانستان خواهد بودم و در خدمتشان خواهد بودم و در همه عرصه ها بدون جانبداری های سیاسی و قومی و محلی و قبیلوی در عرصه ساختمان دولت ملت در افغانستان، در عرصه رشد و انکشاف و در عرصه ایجاد استفاده خواهم برد. ما به همه مردم افغانستان و به همه نیروهای سیاسی که بالای در مورد افغانستان و مردم افغانستان میشه در خدمتشان قرار خواهیم داشت صادقانه و در این عرصه از هیچ نوع مسایی و قربانی دریغ نخواهم ورزید. جناب منگل، اجازه بدین از تشریف آوریتان در استودیو صحبت مبسوط و همه جانبه شما سپاس و امتنان کرده. برای شما سفر آرام و بی خطر و راه سبز تمنا کرده، موفقیت های مزید شما را در کارزار انتخابات
آرزو ببرم. تشکر از شما. در اخیر باید گفت که آرمان ما ایجاد یک افغانستان آزاد، امن، دموکرات، شگوفان و سربلند است که در او هر خانواده افغان در خوشبختی زندگی نماید. ما را عقیده بر آن است که ایجاد چنین افغانستان از طریق صلح پایدار ملی، حفظ و حراست منافع ملی، تأمین همگرایی ملی و همزیستی مسلمت‌آمیز تأمین شده میتواند. من همه نیروهای ملی و مترقی و دموکرات، همه دوستان و هموطنان را فرا میخوانیم، با آنها پیام میدهیم که در این امر بزرگ و تحقق این آرمانهای بزرگ از ما حمایت به عمل آورد و در کارزار انتخاباتی ما را مدد رساند. باید بگویم که در طی فاصله زمانی کوتاهی که من از جانب نهضت فراگیری دموکراسی و ترقی افغانستان برای کرسی ریاست جمهوری نامزد شدم، حمایت گسترده از ما به عمل آمده. ما از این حمایت هموطنان عزیز در غربت از صمیم قلب سپاسگزاری خود را به فرد فرد شما تقدیم می دارم و به امید روزهای پیروزی‌های بزرگ، به امید موافقت‌های همه ما و شما در کارزار انتخاباتی، در این مبارزه، مهمترین عرصه مبارزه سیاسی، قانونی و مسلمت‌آمیز، به امید دستاوردهای بزرگ در این مبارزه، یک بار دیگر از این فرصت که برای ما مساعد شد شما سپاسگزار هستم. تشکر. بیننده عزیز، ای بود گفت و شنود ویژه مشعل با جناب دکتر حبیب منگل، کاندید نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان برای کرسی ریاست جمهوری که پیشکش شما گردید. تا دفعه بعدی، خدا نگهدار.